چیزی یادشون نمیمونه. حافظه‌شون همش 8 ثانیه. لوبیا چشم بلبلیت کو؟ شما به من نگفتی لوبیا چشم بلبلی بسون. من نگفتم لوبیا چشم بلبل بگی. نه، شما گفتی باقالی بس. نه، من بهش نگفتم لوبیا چشم بلبل بگیره. چرا مامان جان گفت؟ نه. تو حواست نیست. هر دفعه یه چیزی میگی. یه دفعه میگی لوبیا چشم بلبلی، یه دفعه میگی باقالی. طبقه 4 میخوای اجاره بدی؟ بله. اونجا سالن ایروبیکه، طرحش هم دادن به طراح. وسایل ایروبیک از هر دری وارد چه، وسایل تو از همون در میری بیرون. الو. سلام علیکم. منزل آقای شریفی. شما باید به چشمون باشین. پسرشونی؟ بابا. بابا فوجل. شماره منصور چند بود؟ زنگ نزنه دیگه بهش. تو الان بهش زنگ زدی. آه درسته. تو حرفیش این یاد داشت کردم. فراموشی آورده. حواس پرتی آورده. اصلا نمیدونم چه کار کنم. از همه مهمتر میترسم من از یاد ببره. فقط یک زن میتونه خانم دکتر سهرابی رو متقاعد کنه. کار یک مرد نیست. خانم شیرزاد میتونم یه خواهشی ازتون بکنم؟ یه تماس با مطب خانم دکتر برهان نژاد بگیرید. دارین امتحانم میکنید؟ نه خیر، دارم ازتون تقاضا میکنم. من هنوز درسم تموم نشده ها. خانم من از شما خواستگاری نکردم که، فقط میگم یه زنگی به مطب خانم دکتر برهان نژاد بزنی. کتی خانم هست؟ آن کجاست؟ باشه قربونت برم، خدافظ. کتی خانم کافی شاپه. کافی شاپ؟ چیکار کنه؟ بریم کافی شاپ. دکتر افشار خیلی لبخند زدن، با خوشحالی رفتن. فکر کنم کار خیلی مهمی با کتی خانم داشتن. کتی رفته کافی شاپ، نیما هم نیست. اینجوری نمیتونم منو متقاعد کنم که متقاعدشون کنم. ازش تعریف کن. چی؟ میگم باید ازش تعریف کنم. امکان نداره. خانم دکتر برهان نژاد، خدمتتون باید عرض بکنم که شما یکی از بهترین متقاعد کننده هایی هستی که دیدم. ببینم براتون چیکار میتونم بکنم. پدر من 3 ساعت از خونه رفته بیرون بر نگشته. خب منم الان 8 ساعت خونه نرفتم. نگرانی نداری؟ من میگم یه پزشک قانونی هم سر بزن. کی تا حالا خونه باده ما پاش به پزشک قانونی باز شده که این دفعه دوم باشه؟ هر گل که بیشتر به چمن میدهد صفا، گلچین روزگار امانش نمیدهد. گلچین روزگار عجب عالم نمونه است. میچیند آنگلی که به عالم نمونه است. کی؟ پدرشون. پدر دکتر افشار فوت کرد. درست حد زدین. بابا حالا یه چیزی داره میگه، تو دیگه چرا؟ من مردم. بله به تو نگفته بودم. به این نیما گفتم بره زنده رو راضی کنه، آخرش بگذره. انقدر بیورزی کردم خرابترش. برای که سراغ بعد کسی رفتی، بعد میمدی سراغ خودم. به من بگو چی شده، بگو. ماما برام زن بس. به شما میگه ماما؟ در 4 تاق باز بابام نیست. باز دوباره گم شده؟ یه دقیقه من نبودم. ببین 1000 دفعه میزم دهنتو. 1000 دفعه بهت گفتم این پیرمرد آلزایمر داره، نباید چشم ازش برداشت. خیلی خوب، حالا بذار ببینم چه خاکی باید تو سرمون بریزیم. باری کلا بابا دست درده. خوب قیه سوار شد. با این نقشه که تو کشیدی دیگه هیچ کدومشو از من هیچ توقعی ندارم. منم هیچ کاری نباید انجام بدم. هر شب با همیم عشق و حال بابا. فقط بابا جون جاشست تو پولش از من. نوکرت هم هستم آقا جون، شما پول خرج کن. جما ناصر جون حالا که تا اینجا آمدیم به نظر من بد نیست یه سر این بریم طرف جاده چالوس. بریم شما بعدم بریم آسترا یه ماهی قزلالا حسابی بزن. باریکلا بعد که ماهی قزلالا رو زدیم. خیلی خوب آقا جون، چه خبره؟ تو به وجد اومدی؟ آه چرا میزنی تو زوقه؟ کی زدم تو زوقت؟ من دارم میگم آقا جون شما لطف کن کلن عقب گرد کن، دند عقب برگرد. دند عقب تو جاده یه طرفه. بابا جون پس اقلا تا چالوس بریم. آقا جون فعلا این کافه گلاسه رو بزن. خب یواش یواش به اونجا هم میرسیم. الان ماما بنده خدا داره سکته میکنه. بابا من دلم هم براش میسوزه. چرا؟ شما داری خیلی تون میری. میفهمن داری فیلم بازی میکنی ها. نه ترس بابا جون، من درسمو حفظی حفظ. آره حفظ حفظ بودی که رفتی یه راست پیش مامان گفتی من زن میخوام. میخنده. بابا جون خب من پیش قولم گفتم سنگ موف گنجش جمعو. به مادرت میگم اجی قبول نکرد که میگد این مریض است آلزایمر داره. اما اجی قبول کرد. خب ما یه زن میسیم، البته برای خودم نبا، من به فکر مادره نبا. آقا جون جونم بابا همین که کاری به کارتون ندارن و میذارن شبا بیان بیرون خودش خیلیه دیگه. حالا زن گرفتن بیخیال شین. آقا جون
ماهی هم دیگه حداقل 8 ثانیه حافظه رو داره. شما اصلا کلا تعطیل کردین. آخه میدونی ناصر جون من می‌خواستم یعنی بیترش کنم. آقا جون خراب کردین. دارین خراب میکنین. آه. من بهتون گفتم این حقه رو یکی از رفیقام تو زندان سوار کرده. کلی هم بهش خوش گذشتین. چرا؟ چرا؟ به خاطر اینکه رو اصول کار می‌کرده. حالا من یه سری اصول اولیه رو بهتون یاد میدم. باشه بابا جون. هر کاری تو بگویی من همون کارو میکنم. پس بزن قدش. اونو بزن. کافی شاپ میخوای بری برو، من که نمیگم نرو. منتها من میگم به من بگو که من سنگفوق نکنم. همین. من خبر دادم. شما یادت نیست. فکر میکنم فراموشی پیدا کرده. آقا جون من به عنوان یه روانشناس باید خدمتون عرض کنم که شما دچار آلزایمر یا همون فراموشی شدید. بهتون توصیه میکنم که از این به بعد تنها از خونه خارج نشید. آخه من هیچ چند فراموشی پیدا نکردم. حواسم هم از همه دون جمع کرده. خیلی خوب. یه دقیقه صبر کن. آقا جون. جونم بابا. این خانومو میشناسی؟ ایشون کیه؟ محبوبه رو میگوی؟ یعنی میگوی که من زنم رو یادم نمیام؟ برکلا. مادری شما رو فراموش کردم. یادت اسم محبوبه؟ اولی نگاهمونه یادته؟ 58 سال پیش با بابا و ننش اینا اومدن اسپان از عراق اومدن. آره باباش درست چچی بود؟ ای مادر مگه نگفتی شما پدرتو خلبانه؟ حالا شما باید همه چیزو بگی نه؟ حالا مگه چیه؟ درست که چی مگه چیه؟ آپدیتش کنیم چه خلبانه الان؟ منظورتون از این که گفتیم پدرتون آژانس مسافرتی داره برای توریست ها این بود؟ اولا من هیچ وقت نگفتم توریست، گفتم گردشگر. بعدم آقا فرید گل، من که نمیگم تو حواس پرتی داری، من میگم هر جو میخوای بری به من بگو، ما نگران نباشیم. همین. یادت هست محبوبه؟ بابا مسافر سوار میکرد تو درشگه دوری میدونی نقش جوان میچرد. اون وقت محبوبه همون موقع 8 سالش بود، میشه از پرلو باباش یک قرون از مسافر چرایه میشه و از این اوقات هم برای بسته دیگه بسته. مرد خیلی خوب، خیلی خوب. یه دقیقه صبر کن. ببینم آقا جون. جان. شما اون یارو رو میشناسی؟ یارو کیه؟ چی بگم؟ بگم دکتر. یارو چیه؟ یارو. میمارم گفت. بفرما. از همون موقعی که به دنیا اومده، ثانیه به ثانیه چه یادم افتاد. ممنون آقا جون. آره، از همون اولش هم میدونستم بالاخره این بچه یه چیزی میشه. بس که پر رو بود. وقی آقا جون بس کنید. آره یاده دست ناسه؟ بله آقا جون. میرفت کتی منو میپوشید، میشست جلو آینه برنامه اجرا میکرد. یاده دست ناسه جون؟ آقا جون من که قچنگی آدمه. بس کنید دیگه آقا جون دیگه. نیمه خب بزن بگن، خیلی خوبه. بگن آقا جون ناسه تو تعریف میشست پشت میز با کت پیژامه، تک تک لحظاتش یادمه. بینندگان عزیز، من دکتر نیما افشار دکتر اونه اسما اولش هم میگفت دکتر. بچه رو رو چه رو؟ ولی نیما تو که میگفتی من از اولش دلم میخواست روانشناس بشم و اصلا تصمیم نداشتم روانپزشک بشم. خیلی خوب، حالا آقا جو اصلا من حرفمو پس میگیرم. آقا شما آلزایمر نداری، احتمالاً رد کرد. نه آقا جون، من هنوز قانع نشدم. آقا جون، جونم آقا، اگه راست میگی، این کیه؟ آقا ناصر، این به درخت میگن. ببخشید آقا، ببخشید. به درخت یه چیز دیگه میگن. نه فهمتم. نازنین نمیگو؟ باری که الان؟ یعنی ممکنه من عروسی گلم رو نشناسم؟ آخه، پدر شما لطف داریم. آقای چی میکنم؟ من از همون روز اول که نازنین عروس این خانواده شد، ثانیه به ثانیهش یادم از بابا. من هم ثانیه به ثانیهش یادم پدر جون، از بس که ماهی. خواهش میکنم. از وقتی که این دیونه کتی رو طلاق داد، ما یه لحظه روز خوش تو این خونه ندیم. راست میگم. آقا جون، حالا وقت گفتن این حرف هاست؟ اون موقع شما نبودیم. تا کتی بالا سر این بود، ما خیالمون راحت بود. برای اینکه ارزه داشت. جنم داشت. بله. زنی زندگی بود. نه. از موقعی که طلاق شد، بدبختیمون شروع شد. راه افتادیم از این خونه به اون خونه، دنبال خواستگاری کردن برای این آقازاده. پس راسته. بله. 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 دختر تو تهرون نبود که ما نرفته باشیم خواستگاری. اما هیچ چیز حاضر نمیشد زنی بشه. تا اینکه هیچ چیز دوستا به من گفت که شما از دیون خونه آزاد شده.
اون وقت ما خوشحال شدیم گفتیم خودشه نیما چیزه آقا جون نه این چه دختری خوب پیدا نشد دختری خوب زیاد بود هر جا می رفتیم براش خواستگاری می گفت من همینه می خوام هر چسه می دید دوست می داشت عاشقش می شود آقا جون من اصلا اشتباه کردم آقا جون شما آلزایمر ندارین من حرفمو پس می گیرم خوبه؟ مادر جون پدر که راست نمیگن میگن راست میگه اونا پسندش نمیکردن وقتی هر کی میدی پسند میکرد بله غیر از شما وقتی اومدیم شما دیدید گفت من نه اصلا از این خوشم نمیاد اینا دوستش نمیدارن آخر آقا جون شما دارید اشتباه میکنید من از اول گفتم نازنین دختر رویاهای منه ای پسر تو با این قد داری دروغ میگی تو اصلا نازنین رو پسند کردی تو همونی نیستی که میگفتی من زن قد بلند روان پزشکم و طلاق بدم یه زن کوتاه قد دیوونه بگیرم بله نیما تو همچین چیزی گفتی من اصلا همچین چیزی نگفتم نازنین اصلا البته خودی ما هم راضی نبودیم توجه میکنی اما خب راهی دیگه ای هم نداشتیم کلی نشستیم باش حرف زدیم مخش زدیم قانعش کردیم بهش گفتیم که ها کسی که به درد تو میخوره اینه اصلا تو فکر کن که تو آزمایشگاه این دختره برای درسایی که تو خونده یا خیلی خوب است میتونه روش آزمایش بکنی تا بالاخره رازش ها شما رو بستوز بابا دعواتون بزنی وقتی ما رفتیم چرا تو بزرگتر اینجا نشسته به نظر من آقا جون آلزایمر که نداره هیچ خیلی هم هوش و حواسش از همه ما بهتر کار میکنه قربون تو پسر برم من قربونت برم اما ناصر جون فقط یه سوال بر من باقی مونده چی آقا جون ببین بابا اون چه نیما آفرین تو هم چه ناصری باریکلا این هم چه نازنینه درسته اما هر چی فکرشو میکنم این خانمو به جانی میارم یه ساعت از اینجا بی خودی نشستم چی کار مرد تو یک ساعت راجع به 58 سال زندگی ما داری حرف میزنی اون وقت تو منی نمیشناسی آخه تو چه جور آدمی هستی خیلی معذرت میخوام باید ببخشین واقعا شما رو به جانی میارم چیه؟ آقا جون این مامانه دیگه مامان ما خوشوقتم ببخشین اون وقت شما چی هستین؟ بکی آقا جون ما بچه ها تیم دیگه این مامان ما زن شما زن من ده آقا جون ده. چی شد آقا جون؟ آقا جون به من دروغ نگو به همون لحظه ای که زنم مرد هیچ فقط یادم نمیره آقا مرد چی مادر اینجا صحیح و سالم نشسته رو به روز آقا جونه لحظه به لحظه یادمه با مادر این مرمومه رو رفته بودم کو من کمرها گوجه رزیدیم یه سنگ از زیری پاش در رفت و نزیدیم بیام در پایین زر زر کن فری فری دستم رو بگیر من دستش گرفتم اما سنجی بوده هر کاری کردم به چشمش پا نشد دیدم حالا خودم همه چشت پایین فشار بهم اومد پشتم در جیره فلش کردم رفت وای آقا جون قربونت برم من یعنی تو منو ول کردی رفتم پایین آره آقا اگه نجات می‌داشتم خب کمرم می‌شکست دیگه ای وامونده میراثت بمونه من دیگه نمیتونم با این من میخوام برم بخوابم ببین گفته باشم بتونا من با این مرد زیر صف نمیتونم زندگی کنم باشه باشه یه دقیقه صبر کنی اشکال نداره من الان درست چش میکنم یه دقیقه صبر کنی شما این زنی رو از دست دادی باشه آقا جون نکن شما اینجا بمونی من امشب پیش آقا جون میرم ناصر چی رو اینجا بمونه ناصر چی داره میگی ببین به نظر روانشناسی بهتر این دو نفر کنار هم دیگه باشن پدر جون ما رو خودتون ببرید پدر جون آقا جون آقا ناصر عجب زنی رو از دست دادم بابا آقا جون ناصر بابا دستتو بنداز باشه گوشتو ببینه من مادر جون شما زیاد ناراحت نشو مادر جون در واقعیت ولتون نکردن که تصور کردم نازنین جون اصلا فکر نمی کردم آخر عاقبتم این باشه آخه تو نمیدینی فرید چجوری اومد خواستگاری من نمیدینی اصلا بابا پس یه چیزی بگو استدعا میکنم پسر ما رو به غلامی قبول کن
ما روشن فکر هستیم، نظر خود دختر شرطه. محبوب جان نظر چیه؟ آخه بابا جون من چرا باید با این ازدواج کنم؟ این جای پدر بزرگ منه، کچله، پیره، آلزایمر داره. خواهش میکنم منو مجبور نکنی. محبوب خانم عوضه شما، من مرد زندگیم. بله شما را خیلی خوشوقت میکنه. ولی آخه ماما. محبوب جان به نظر پسر بدی نمیاد. دستی شما درد نکنه. مادر جون حالا اگه خودتون رو ناراحت نکنین، چیزی نشده که سرنوشته دیگه. مادر جون. مادر. مامان این چرا جواب نمیده؟ مامان چیه؟ میبینی خودم با خودم چه کردم؟ یه مرد بعد از 50 سال اومده به من میگه این خانم کیست؟ مامان چیکار مامان کنم؟ مامان نکن مامان جون، خواهش میکنم. مادر من تو الان باید به چشم یه بیمار به آقا جون نگاه کنی، مگه نه نازنین؟ اصلا ببینم تو اینجا چیکار میکنی؟ یعنی چی؟ یعنی چی نداره؟ 2 دقیقه نیست بابا این حرفا رو زده. فکر کنی من یادم میره؟ نازنین تو دیگه چرا؟ بابا آلزایمر گرفته. حرفاشو جدی نگیر. بله خودت میدونی که باید چی کار کنی. اما نیما الان باید برم بیرون دیگه. نه خیلی سری. نیما به به آقا جون دوباره خودم خوده. یه عکس و سیس تخم مرغی الان درست کنم درجه 1. چیه؟ هر چی میخواد باشه محلش نذار. عشقمونو بکنی عشق خودمونه. دست درد نکنه بابا جون، دمت گرم. راحتم کردی. امشب تخت میگیرم میخوابم. نوکرتم آقا جون. خوب گذاشتیمشون سر کار بابا. من اصلا با سر کار رفتن موافقم. مرد بر کار کن باشه، کارچه آر نیست که. سلام آقا جون. سلام. تو چه جوری اومدی تو؟ من یه چه در زدم درو وا نکردی، کلید مامان دستم بود، درو وا کردم اومدم. بی جا کردی کلید مامان دستو، چیکار؟ بده من ببینم. بیا چطوری آقا جون؟ ابلیس چی گذاشت که ما بندگی کنیم؟ یک شب نشد که بی سر خر زندگی. یه شب میخواستیم بدون مزاحم بخوابیم، نشد که نشد. از بس این مادره دا چیزه، مادره خدا بیامرزت خور میکرد نگه میذاشت کسی بخوابه. 50 سال آزگاره خواب به چشم من نرفته. آقا جون 50 سال پیش که دیگه خورخور نمیکرده، جوون بوده. بله، جوون. بله. جوون. ما چیزی که به مادرت ندیدیم جوونی بود. یادش بخیر روزی که مادرت اومدن خواستگاری من. اومد خواستگاری شما مامان؟ بله. میدونی چرا؟ چرا آقا جون؟ برای اینکه من خوشجلی هستم. چه روزگاری بود. دختر ما رو به کنیزی قبول کنید. بله بچه مستاد تا شب اینقدر به فکر آقا فرید و آه میکشه که لاغر شد. راستش ما خانواده روشن فکر هستیم، پسرم باید خودش تصمیم بگیره. بابا من این زن رو نمیخوام، این چه مادر بزرگی منه. نگاش کن مادر، ولی زن زندگیه، بسازه. آقا فرید خودم کلفتی تو میکنم، میشورم، میپزم، میذارم، برمیدارم، قول میدم خوشبختت کنم. دست گله قبول کن دیگه مادر. به 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 آقا جون اینو بزن جون بگیری، خودم به قول میدم 50 سال محرومیتتم جبران کنم. من برم دستام بشورم بیام که ستایی مجردی سوسیس تخم مرغ رو بزنیم تو رک. میگم آقا جون جونم این اگه اینجا بمونه میفهم ما با هم چه سر و سری داریم. نه ترس بابا، بسپارش به من، من یه طور ردش میکنم که خودش هست هیچی بونم. ای سب ناسه جونم آقا جون دوز بابا دوز چی آقا جون؟ نیما داداش من، پسر خودتون. نیما کدومه؟ دوزه بابا. آقا جون من پسرتونم. نیم گوشی تلفنت بده به من. گوشه میخواه موازبی نباشه و فرار نکنه. آقا جون قربونت برید، بیا این بر نگرش دار، بیا این بر موازبی دست. آقا جون نگرش ما چشه بگید 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 بگید
الو صد و ده؟ صد و ده چی؟ آقا جون من پسر آقا جون ناسه داره صد داره حرف بزن آقا یه دوز رو من استو کنم دوز چی آقا جون؟ بیا برو مگه نمیبینی؟ آقا نازنین رام نمیده خونه کجا برم؟ اون شکرت بده دون من آدرسه میدم یاد داشت کنم ناسه داره آدرس میده آقا بله جمال آباد بله نرسیده به کو ناسه رفو رفو آقا جون حالا بشین یه شامی درست حسابی با هم بزنیم میگم آقا جون جونم من فردا با این سهرابی قراره برم قرارداد ببندم خب وقت این سهرابی کی هست بابا؟ سهرابی دیگه همین مدیر ساختمون پزشکا مگه یادت نیست قرار شد اونجا رو به من رهن بده ها 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 خب حالا میخواییم چکار کنیم؟ میچی دیگه من که میگم اونجا قانونن مال ما هست خب بله تو چه کاسبی هم را بندازیم اتفاقا بعد فکری همین خب میخواید چه کاسبی را بندازیم چکار کنیم؟ میچی دیگه شما سرمایه میدید من هم اونجا یک کار کاسبی را میدازم خب من باید چکار کنم؟ شما باید پول بدین دیگه آقا جون پول؟ بله هرچی میخوایی بگو بابا جون بتونه دم به چی بدم بابا چقدر میخوایی؟ دمت گرم آقا جون 30 میلیون شما چی؟ شما رو به جانی میارم آقا جون ما رو گرفتیم؟ از اون شما من شما رو جای دیدم با هم آشنا جی قبلی داریم آقا جون داری اذیت میکنی؟ جا از من سرمایه شما نیست نیست دیگه هرچی فکر میکنم اصلا نمیفهمم شما راضی به چی حرف آقا جون من رو سیاه نکن پولو میدی یا نمیدی؟ اصلا من کیم؟ شما چی؟ آقا جون جونم بابا برای همه به برای من به من خودم یاد دادم خودتو بزنیم به فراموشال داری من رو دور میزنیم هرچی فکرشو میکنم نمیفهمم شما چی بگو صبر کن من یه زنگ بزنم تو حالیت کنم به کی میخوای زنگ بزنی آقا جون؟ به صدا در ببینم شما تو خونه من چی کار داری؟ بده من آقا جون بده من اینجوریه؟ بله باشه ای کجا رفتی؟ ای راست میگوی دسته ده بذار رو سره رو بیه برون تا حالیت باشه آقا جون به هم میرسیم خب برسیم شب بخیر شب بخیر خوابای خوش ببینیم حالا شما با خیالی رو حد تنهایی بخور جون چی فرمودی؟ آقا فرخ از دوستاره اومده به عنوان شاهد امضا کنه. حالا خلاصه از همین الان با تی میکنم. بعدم برای ما شاخ نشی این ملک مال منه. باز شروع کردی دکتر. من فقط رو حساب رفاقت دارم خودم میذارم تو این هچل عجب. آقا اصلا بی خیال شو. پاشو بریم اصلا. 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 چه میدونم 60-70 60-70 میلیون مرد حسابی واحد 300 متری تجاری طبقه پنجم کف پارکت کابینت MDF آسانسور آیفون تصویری سیستم حرارتی مرکزی 60-70 میلیون آقا قیمت دستش نیست معذرت میخوام آقا من فکر کردم مالک شمایی مستأجر ایشون مالک منم دیگه آخه ایشون داره بازارگرمی میکنه اجازه بده داداش من یه دقیقه گوش بده ما از اون آدم ها نیستیم که سر رفیقمونو گوش تا گوش ببریم که نداداش ما خراب رفاقتیم بله قربونتم من قربونت برم حالا چند بنویسیم؟ چه میدونم دیگه کمه کمش 200 میلیون 200 میلیون؟ یواش چه خبره دکتر من به خاطر خودت دارم میگم کم باشه خانم شک میکنه میفهمه برو خودت میگم خیلی خوب بزن 200 میلیون اصلا 250 یا کلان واقعا؟ خب لفظ اومد منم که دیگه رو حرف آقا فرخ نمیتونم بزنم نکردم بنویسی 25 داستاسی که مردی و رفاقت هنوز نمرده کردم حالا چکه یا نقد میدی؟ شما بنویسی دریافت شد بله نوشی دریافت شد بعد. قشنگ همین کلمه رو نوشتی بعد پس شما در پس مدت اجاره چقدر؟ یه سال 2 سال چرا 2 سال؟ بابا جان شاید زن سر سال از سرش نیفتاد خواست اونجا رو دوباره ایروبی کنه چیکار باید بکنی دوباره روز از اون روزی از اون خیلی خوب آقا من 22 سال من 22 سال پس بفرمید اینجا رو امضا کنید بفرمید آقای دوست بفرمید خواهش میکنم بفرمید
با ایزتون آقای دکتر. بفهم آقا فرخ. کجا؟ کجا؟ بیرشو ببینیم. بله آقا مبارک باشه. آقا این ممنون الان تمومه دیگه؟ کاملا. دکتر جون حیف نیست اونجا خالی بیفته. یعنی چی؟ آخر واحد 300 متری تجاری یک کاری توش را بندازیم بد نیم. منظور چیه؟ منظورم اینه که بیا شریک شیم. سرمایه از شما، جا هم از من. جا تو؟ بله. مرد حسابی اون مرد مانه منه، جا تو؟ دکتر من رفیق بدنکار زیاد دارم، اونجا رو میکنیم بدنسازی. شما تیر تخته میخری میریزی توش، منم میگردونمش. نمیخواد آقا جان، این قرارداد فصلش ما بریم دنبال کارو. دکتر جان، این معامله. دکتر من پیشنهاد بد به تو نمیکنم و لگد به بختت نزن. نمیخواد آقا جان، اصلا این قرارداد فصل من برم دنبال کارو. بده قراردادش رو بریم، ما دوست نداریم رفیقمون ناراضی باشه. بده بره. فقط دکتر جون ببخش، البته قابل شما رو ندارم و تو رفاقت که این حرفا رو نداری. من 25 میلیونمو نقد میخوام. چی؟ پولمو میگم. چه پولی؟ همین پولی که بابت رن بد دادم. چه پولی؟ کدوم پول؟ جون یه دقیقه شما اجازه بده. واسه خان داره دفتر من با شما دادم. من با شما کاری ندارم. آقا امضا نکرده. بله داداش درسته. تموم شده رفت. ناصر داری گنج تو دیگه در میاری ها. نذار اون بوسه که من خیلی بی چشم رو ای دکتر. 250 میلیون تومان پول بی زبونه گرفته. حالا میگه چه پولی؟ آقا پس مردی مردونگی کجا مشکنه ده؟ آقا این قرارداد فصل که من برم دوباره زندگی. آقا به هر صورت پولی رو که گرفتیم باید پس بدیم. یعنی چی؟ آقا جان به سندی که خودتون امضا کردین پول تمام و کمال دریافت شده. یعنی چی؟ یعنی آقای دکتر البته پول قابل شماره نداره، یا 250 میلیون منو نقد میدی یا دو سال در خدمتتین. با اجازهتون آقا فرخ بفرمایید. اوکی چیونی این آقا فراموش نشه. ایرج جان اون پایه رو یه ذره چپو بده این ور. آقا چپ کدومه؟ چپ همینه، بده این ور. بده این ور، میخوام خار شه بره تو چششون. آقا خوبه. خوبه 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 عالیه عالیه. سلام ناصر. به به آقا فیروز. نه چی آقا ناصر؟ آقایون دوستان ها؟ بله آقایون مربی باشگاه این واحد بالایی رو گرفتم، میخوام بدنسازی بزنم. معرفی میکنم آقا ایرج قهرمان پاورلیفتینگ آسیا که به اتهام واهی دوپینگ عنوانش ازش گرفتن نامرده. آقا به جون شما، مربیمون به ما گفت بخور، ما هم خوردیم. اصلا می چیه؟ همش به خاطر اینکه ما تو هیئت رئیسه فدراسیون پاورلیفتینگ آسیا نماینده نداریم. والا آها 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 ایول ایشون هم آقا منوچهر که توی قوی ترین مردان آسیا به خاطر ناداوری از صعود به مرحله پایانی بازمون. تو همه آیتم هم اول شدم ولی متاسفانه آخرش این آقای کیو بود. بکن بابا اسمشو نگر برو. ایشونم آقا بویوک ببینش برم که 5 سال پیاپی قهرمان زیبایی اندام لیگ 2 کشور شدن. این منم. برو برو. آها آها بعدی آها یکی دیگه. آها آها این گرفتی ما رو. میخندی؟ بویوک درار 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 بفرم نیستم ناصر خان، بدنم دم نداره. ببین ببین یه حجمی داره، یه حجمی داره که اصلا باور الان دم نکشیده. آرنولد بابا باورت نمیشه، کاش دم کشیده بود در میومد. همون بهتر که دم نکشته. این مثل لامطبی سوخته میمونه. گرفتی ما رو. گرتم آقا فیروز جونم، چطور ما بیاییم هم شریک شیم؟ با من؟ آره دیگه، جا از من، نیروی انسانی از من، سرمایه از تو. دستت درد نکنه، خیلی فکر خوبیه. فقط یه اشکالی داره. چیه؟ این من سرمایه ندارم، میخوای یه پیشنهاد ها. جا از شما، نیروی انسانی هم از شما، سرمایه هم از شما، در عوض نظافت از من. بزن قدش. دست رو بنده درست صحبت کن. چه قاطی میکنی؟ برای که پررو شدی. برو پی کاره. پیشنهاد برو نزم بده. نمیخواد لازم نکرده پیشنهاد بدی. عجیبه. بکتی خانم سرور. احوال شما چطور آقا ناصر؟ پول قرض میخواین؟ قرض؟ نه. آقا هر وقت با آدم اینجوری سلام علیک میکنی حتما یه چیزی میخواین.
مشکل اینجاست که شما هنوز منو نشناختین. من این واحد بالا رو گرفتم، قراره بدنسازیش کنم. خوبه، مبارکه. اینا کی آوردین اینجا؟ آقایون مربیای باشگاه هستن. وسیله گرفتین؟ هنوز نه. زنداداش امروز همش تو فکرت بوده. آقای محترم، من زنداداش شما نیستم. اختیار دارین. شما همیشه زنداداش من بودین، هستین و خواهید بود. ببین، من داشتم امروز فکر می‌کردم، دیدم که خب من که اینجا جا دارم، شما هم که همیشه اینجا هستین. خب بیاین با هم شریک شیم. من و شما. بله، کی بهتر از شما؟ من یک بار با خانواده شما شریک شدم، برای 77 پشتم بسه. هم پیشنهاد خوبی دادم بهتون بالاخره. بچه بپوشیم بریم. خب قیمت یورو؟ قیمت پوند؟ دلار؟ ین؟ یوان؟ هر تون نیکل در انبار بورس فلزات لندن؟ هر اونس پلاتین؟ هر تون میلگرد؟ واقعا؟ قیمت هر بشکه نفت خام برنت در دریای شمال؟ پولمول داری؟ بابکایی نداشته بشه، بیا هرچی تو کفه هم برداری مال شما. چیه خانم شیرزاد، منم ناصر. یه چیزایی با ارزشی دارم. یه دونه خطکش برای مواقعی که میخوام اندازه گیری کنم، یه دونه خودکار برای مواقعی که میخوام بنویسم، سه تا بلیت مترو، یه دونه گوشی دکتری برای اینکه حواسم باشه که محل کارم کجا، ساختمون پزشکانه. آخه میدونین من هنوز بعضی وقتا میرم همون رستوران قبلیه که کار میکردم. پفک برای مواقعی که بدنم به پفک احتیاج داره بفرمایین. خواهش میکنم. بعد اینم عکس کتی خانومه، زیرش عکس نازنی خانومو چسبونم که یادم باشه که اول کتی خانوم بودم بعد نازنی خانوم اومدن. و اما یکس 3x4 خودم، برای اینکه یادم نره کی بودم، از کجا شروع کردم و الان تو چه جایگاهی وایسادم. بعد یه دونه حلقه برای مواقعی که خواستم ازدواج کنم، یه جفت کفش بچگونه برای موقعی که ازدواج کردم بعد خواستم بچه دار بشم، بچه‌م خواست باش بدو بدو بکنه، تاتی 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 تاتی. یه دونه کاسه برای مواقعی که به کاسه احتیاج داشتم و یه دونه سیگار که اگه یه وقت کسی ازم خواست سیگاری کرد بهش تعارف بکنم، اگه دیدم سیگار میکشه باهاش ازدواج نکنم، پیشنهادش رو رد بکنم. و یه دونه سویچ ماشین قشنگه. البته ماشین ندارم و اینو گرفتم که بعدن که ماشین خریدم آویزون کنم به سویچ ماشینم. چی شد بالاخره؟ خاک سیاه خانم شیرزاد. حالا هرچی، شما هم تو این موقعیت به جن که بیاین به داد من برسین داری غلط املایی از من میگیرین. بالاخره چی شد؟ قیمتو در آورد. تو اینجا چیکار میکنی؟ این آقا یک سری اشرار آورده که دار و ندار زندگی من از چنگم در بیارن. ناصر اشرار آورده. اشرار چیه؟ تو چرا حرف اینو باور میکنی؟ من دیدم داره قیمت پوند و دلار و نفت خام و اینا رو میگیره. ای با آقای دکتر داشت یادم میرفت. بفرمایین اینا. بفرمایین. بده من ببینم این چیه. خانم شیرزاد، من به شما گفتم قیمت سکه رو درآور که من بدونم مزنه چقدر. شما قیمت میلیگرد برای من نوشتی؟ بله دیگه، شما خودتون گفتین که از دوستم که منشی بورس قیمت بگیرم. یادتون رفت؟ آخه این چیه خانم شیرزاد، من به شما گفتم قیمت سکه رو بگیرید که من هر ماه بابت مهریه یه سکه به کتی بدم، شما قیمت نیکل برای من گرفتین. شما مثل که متوجه نیستین، به هر حال شاخص‌های اقتصادی روی همدیگه تاثیر میذارن، ولی این دلیل نداره که بعدتون پاشه بیاد اینجا بخواد تمام اموال من از چنگم در بیاره. چی میگه؟ بابا چرت و پرت داره میگه، تو اینو نمیشناسی؟ یه چیزی بهش میگم آه. شما پناش داری بیای اینجا به من بگه پول مول داری؟ بله، اومدم اینجا دیدم این خانوم شستیر داره آمار میگیره. خب فکر کردم یه پول خابیده افتاده یه جایی داری، بیای سرمایه گذاری کنی. سرمایه گذاری؟ بله، من خبر نداری. چیو؟ واحد بالای دکتر سهرابی رو گرفتم، بدن سازیش کردم. واحد بالای دکتر سهرابی رو تو کرایه کردی؟ کی؟ همین نیم ساعت پیش. پس چرا به من چیزی نگفتی؟ البته خب بعدم نیست دیگه، به من گیر نمیدن. همین دیگه، اومدم بهت بگم جا از من، نرم افزار از من، سرمایه از تو. سرمایه؟ آره دیگه، بلکه 4 تا تیر تخته باید بگیریم بریزیم اون تو کار بکنی یا نه. بده یه 30 میلیون فعلا. 30 میلیون؟ مرد حسابی، من یه سکه هر ما میخوام بدم به کتی از اول ما استرس دارم. 30 میلیون چی؟ نمیدی؟ ندارم. نمیدی؟ ندارم. باشه باشه، یادت باشه.
خانم شیرزاد شما شاهد باشین ها، من به همه پیشنهاد دادم، همه گفتن نه. نه هنوز به من پیشنهاد ندادین. چرا خانم همین الان به شما پیشنهاد دادم؟ بهتون میخندم پرو میشین ها، من فعلا قصد ازدواج دارم، قصد ادامه تحصیل ندارم. گفتم دارم. بله. نخیر منظورم بود که قصد ازدواج ندارم، قصد ادامه تحصیل دارم. بابا این دیوونه. بهتون گفت دیوونه. چجوری میذارین برادرتو اینجوری با اتون حرف بزنه؟ خانم شیرزاد قیمت سکه رو در بیارید خانم. بله. سلو گلر جون، قیمت سکه رم بده لطفا. سلام. من این صد دفعه بهت نگفتم وقتی مریض تو نیا، بذار کارش نموشه بعد بیا تو. محسوس شروع نکنم، من نیومدم با دعوا کنم. خیلی خوب کارت زودتر بگو برو حسن ندارم. منم حوصله تو رو ندارم، فقط مادم میگم وسایل ایروبی تو راهه. به حرف من میخندی؟ تو به حرف من میخندی؟ آنو زشته واقعی دکتر اینطور صحبت میکنی. آقای محترم شما رو تو مسئله خصوصی ما دخالت نکن. تو مسئله خصوصی ما دخالت کردی؟ من که چیزی نگفتم، فقط خواستم. ساکت. تو مسئله خصوصی ما دخالت کنی ما اینا نمی کنم. باشه هفت زود تا بزن برو. هیچی دیگه نخواستم بگم، وسایل ایروبی تو راهه. بی خود همین الان زنگ میزنی میگی از همون جو که اصلا دور بزنن برگردن. من زنگ نمیزنم. ساکت. زنگ میزنی. من اینجا رو همین یه ساعت پیش اجاره دادم به برادر افشار، 250 میلیون تومان دو ساله، اینم سندش. به برادر افشار اجاره دادی؟ بله ناصر. بیا آقا ناصر. بله ناصر. ناصر خان. ساکت بشه آقا. سلام آقای دکتر. شریک بنده آقا ناصر. شریک شما؟ بله بله، البته با اجازه شما. بله. من خانومتون به توافق رسیدیم که با هم شراکت کنیم. جا از من، سرمایه از ایشون. صبح ها ایروبی که نهال مخصوص بانوان، بعد از اورا بدنسازی ناصر مخصوص آقایون. آقا ناصر ببخشید وانت داره میاد. ساکت باش آقا. بفرمایید. راستی آقای دکتر شما اگه تشریف بیارین تخفیف ویژه بهتون تعلق میگیره. شکم در آوردین؟ بله، یه مقدار شکم در آوردم. بفهمید. باید زد. ساکت باش آقا جان. آروم باش. میدونین آقای دکتر همش حس میکنم داره به حریم خصوصیم تجاوز میکنه. میشه بیشتر توضیح بدین؟ بله، مثلا وقتی توی خونه نشستم هر لحظه حس میکنم یا آدم غریبه میاد و در وا میکنه و داخل میاد، یا همین الان حس میکنم یکی در مطبتون رو وا میکنه و میاد داخل. اصلا نگران نباشید، اصلا بیاید از همینجا شروع کنیم. من به شما قول میدم، به شما اطمینان میدم کسی بدون اجازه من اون در رو باز نمیکنه بیاد تو. تا موقعی که من و شما اینجا هستیم و داریم با هم صحبت میکنیم حریم خصوصیمون محفوظه. واقعا آقای دکتر؟ بله بله، خیالتون راحت باشه. تا زمانی که من اجازه ندم هیچ کس از این در تو نمیام. خانم شیرزاد مگه نمیبینی من مریض دارم خانم؟ خبر بدی براتون دارم آقای دکتر. چی شده خانم؟ دوستم که منشی وزارت امور خارجه است الان با من تماس گرفت و گفت که آقای معاون رئیس جمهور ونزوئلا تصادف کردن و توی بیمارستان هستن. متاسفم. خب تصادف معاون رئیس جمهور ونزوئلا چه ربطی به من داره؟ رو قیمت سکه تاثیر نمیذاره. خانم شیرزاد تصادف معاون رئیس جمهور ونزوئلا چرا باید روی سکه تاثیر بذاره؟ من چه میدونم، من عادت ندارم تو زندگی خصوصی مردم دخالت کنم. بفرمایید بیرون خانم. رو قیمت نیم سکه چی؟ نخیر. قیمت رو به سکه چی؟ نه خیر خانم. تر قدیم. خانم من مریض دارم. تر جدید. تر ترافیک. زوج و فرد. خانم بفرمایید بیرون خانم. بله ببخشید. اصلا نگران نباشید، آروم باشید، نگران نباشید. به هر حال یه استثناهایی هم وجود داره که این استثناها نباید باعث بشه که شما اعتماد به نفستون رو از دست بدید. به هر حال من به شما قول میدم که از این به بعد کسی این در رو باز نمیکنه. بیاد بخش آقای دوتا، یه سوالی همین الان برای من پیش اومد. روی قیمت سکه های خود کشور ونزوئلا چی؟ قیمت سکه های ونزوئلا چه ربطی به من داره خانم؟ مگه من از ونزوئلا زن گرفتم خانم؟ من نمیدونم، میخوایم بریم از ونزوئلا هم زن بگیریم؟ چشم، میگیرم، از ونزوئلا هم زن میگیرم خانم. به 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 به، چشم نازنین خانم روشن، چشم کتی خانم روشن، از ونزوئلا هم زن.
من واقعا از شما معذرت میخوام، بهتون قول میدم که دیگه هیچ کسی این در رو باز نکن. میفرد دیگه دارید شورشو در میارید، دیگه داری اون روی سگ من بالا میاد. واقعا که آیا دکتر سروی منو ببخشید، من فکر کردم خانم شیرزاده. من عثمان ندیدم. ببین بچه پر رو، تا اون روی سگ من بالا نیامده وصل که میزید رکور دنجه میدی بیرون. چرا آیا دکتر، خانم شما که یعنی برادر بنده اون بالا رو اجاره کرده، خانم شما دیگه نمیتونه اونجا رو اجاره کنه. خیالتون راحت. حرف نزن، از اینجا میندازم بیرون که هیچی. به چند تا آشنا تلفن زدم، جواز کارشم لغو. آقای دکتر، مگه ناصر اونجا رو اجاره نکرده؟ چرا؟ خیلی خب، پس دیگه خانومتون نمیتونه بیاد اونجا رو بگیره. داداش یاد رفته با زن من شریک شده. از این بدترم مگه ممکنه؟ همینجا رو از دست دادم، من زنم اومده اینجا. ببخشید رئیس دفترشون چی؟ رئیس دفتر چی خانم؟ رئیس دفتر رئیس جمهور ونزوئلا اگه تصادف بکنه رو قیمت سکه تاثیر میذاره. خانم چی؟ آخه میدونین رئیس دفتر رئیس جمهور خیلی مقام مهمیه، همینجوری هی رو همه چی تاثیر میذاره. خانم شیرزاد، من دیگه دارم کارم از دست میدم. خانم شیرزاد، دیگه برای من مهم نیست که قیمت سکه 10 تومن پایین باشه 15 تومن بالا باشه. بفرمایید. یه بار دیگه ثابت کردین که مسئولین پاسخگو نیستن مثل همیشه. خانم بفرمایید، خانم بفرمایید. هنو که وایسادی، من نگفتم جمع کن برو. آقای دکتر خواهش می‌کنم. برادر سری که من هیچ جا نمی‌ره. واسه از این حرفا زدی؟ تو نمی‌خواد تو کار من دخالت کنی. مالمه. به هر کی بخوام اجاره میدم، به هر کی بخوام اجاره نمیدم. باز گفت مالمه، میکشم به شما. خواهش می‌کنم شما خونسرد باشید. آقای دکتر اصلا درست نیست با خانمتون اینطوری صحبت می‌کنید. تو زندگی خصوصی ما دخالت نکن. من که دارم از شما حمایت می‌کنم خانم. تو گند زدی به زندگی ما. تو زندگی خصوصی ما دخالت می‌کنی. آقای دکتر خواهش. آقای دکتر من خیلی می‌ترسم. حق دارید. منم دارم میترسم. گفته باشم دیگه با برادر شریک من نباید کاری داشته. دیگه اصلا شریک مریض جلو من نمیاری. یا کسی منو صدا کرد؟ ای وای اینا اومدن که من همه را تست توی میبینم. آقای دکتر به من چه؟ من فکر کنم دیگه هیچ وقت نتونم حریم خصوصی داشته باشم. بله من به شما قول میدم غیر از آقایون و خانم دیگه کسی این در باز نکنه بیاد. ببخشید یه سوال دیگه، اگر روابط دو کشور به تیرگی بگراید چی ته روی قیمت سکه تاثیر داره؟ نه خانم نداره، نداره. چرا خانم داره؟ الو الو مامان، چی شده؟ چرا گریه میکنی مامان؟ چی؟ ناصر میگه بابا دوباره گم شده. بده من بابا. گوشی گوشی. بده من بابا. جونم مامان جون. مامان جون گوش کن ببین چی بهت میگم. بله. باری چلا، باری چلا، خوشم اومد. آفرین. به فرچی ورزش تن درستی هستی. باری چلا، بازی کنی ببینم. خیلی ممنون پدر جان. پدر جون. من دیگه پدر. بیانی جمینا. شما بیا. من این پسر خاله شما هستم. سنی از این نگذشته است که یه کمی زور چی چسته شدم. میدونی؟ یه کمی دفاعیدون بده است. باید چه بیشتر تمرین کنی. بچندتون خرابه. شما اینکه باره دیده؟ بله تازه جیاواره چنم خارج بودن تازه جیاواره. میدونین من نفری دومی آموزشگاه اصفهان بودم، یعنی دو نفر بودیم بازی میکردیم من دوم شدم. بله اولی حقی من بود، سکو اول مال من بود، اما خب ناداوری کردم. میخوایم بازی کنیم؟ البته اگه وقت دارین. مزاحمتون نشیم. نه خواهش میکنم شما دو تا مراهمی. بله نه خیر من وقت دارم، همیشه وقت دارم، هر جا بخوام وقت دارم، همیشه آزادم، هیچ کس به من کاری نداره. اصلا یه کار جمع کنم بده این من را چه دادنا تا به دو حالی کنم که بازی یعنی چه سر کنون آسینما دارم. شما هم کفش من نگردم آدم مورد اعتمادیه. بله بابا همینجا پرده من بایستی ها بایستا رو برو بایستا تا بده من بده من نو بده من بلدی بازی کنی؟ بله بابا ای زیده اصلا در رفت.
خانمی آکواریوم چند؟ 300 تومن مکتوب برای شما جناب. با ماهیاش کامل؟ بله دیگه، همه چیزش با همه. سلام آقا. سلام آقا. این گرام چند خانم؟ گرام هم میبینین قدیمیه، با تمام میز و تشکیلاتش کارم میکنه. اینم برای شما 185 تومن. اینا همه رو من مکتوب گذاشتم قیمتا رو. مطمئن میخونه؟ بله آقا میخونه. این کله چند؟ کلم 200 تومن آقا. چه خبره خانم؟ یه کله است دیگه. آقای محترم، این زمانی که شوهر من مشاعرش رو از دست نداده بود، رفته بود کنیا، اونجا شکار کرده برداشته آورده. حالا شما از دوتاش خوشتون اومد، دوتاشو من به شما میدم، 300 تومن خیرشو ببینی بردار ببر. نفهمیدم چی کار داری میکنی؟ میبینی که؟ بله دارم میبینم. چی آقا؟ بله. چه خبره خانم؟ آقا کی باشم؟ شما کارتون نباشه. کارتون انجام بدین، چیزایی که میخواین بذارین کنار، من خودم دارم. صاحب کوینم دست به چیزی نزن. دارم میبینم آقا. نمیخوام ببینی. من باید بخوام ببینی چه دی میخوام ببینی. نفهمیدم اینجا خونمه، چه خبر شده؟ بفرمایید آشپز خونه رو که دیدین اینجا حالشه، سرویس بهداشتی اون پشت کف پارکت کابینت ام دی اف. صاحب کو ببینم کف پارکت کابینت ام دی اف چی داری میگوی؟ چه خبر آقا جون آقا کی باشن؟ انقدر تو دست و پا نباش. اون آقا اومده وسایل بخره، این خانم آقا اومدن خونه رو ببینن. این خانم آقا خیلی بی خود کردن. با شما با هم دیگه صحبت کن آقا، راست دارم حرف بزنم. معذرت میخوام آقا جون، چرا انقدر شلوغش میکنی؟ شلوغ نمیکنم، نفهمیدم این خونه صاحب داره. مشکلی پیش اومده آقا؟ نه شما یه گشتی بزنی، من الان میام راجع به قیمت با هم صحبت کنم. صاحب کو مشتری دست به نقد ها. چی دست به نقد؟ چی گشتی بزنی؟ من میام باهاتون حرف میزنم، نمیخوام حرف بزنی. خونه صاحب داره، صاحبش منم، من تصمیم میگیرم. صدا تو بیار پایین مرد، هی خونه من میکنی. خونه من است دیگه، مگه خونه من نیست؟ من دربارش تصمیم میگیرم. بذار سر جاش. 50 سال من زنتم، منو نمیشناسی؟ حالا اومدی خونه زندگی میشناسی؟ آقا بردار هر چی که دلت بخواد بردار. انجام بده سر جاش. بذار زمین، بذار زمین. حالا این شاخو میتونی بکنی تو چشمون؟ بفرمایید. خواهش می‌کنم. مگه من خودم مردم؟ من زنده و سالم اینجا وای سادم. بله زنده، بله ایشالا سایتون صد سال بالا سر ما باشه، ولی سالم. چرا؟ مگه من چمه؟ شما آلزایمر گرفتین دیگه، لابد اینم یادتون رفته آل... فقط کافیه یه روانشناس تایید کنه، اون وقتی که شما صلاحیت اداره امور اموالتون رو ندارین تموم شده. رفت اون روانشناس بی جا کرد اثباتو با هم دیگه. اتفاقا همون روانشناسی که خیلی بی جا کرده با من پسر خودتون. بابا بابا بله. گل بود به سبز نیز آراسته شد. ممکنه ببینم نظریه اون روانشناسه؟ بله خواهش میکنم پسر. بله چی بابا جون؟ کپیشه بذارین دمی کوزه آبشه بخون. کپیشه؟ بله آقا جون. حالا دیگه با چاقو خودم سرمو میبریم. یادونی آقا جون چاقوی شما که دسته نداره. ناصر جان من میرم عراق خونه خالت، خونه رو که فروختی پولش یک جا میگیری میاری اونجا به من میگی. چشمان جون چشم رو چشم باشه. تو همین یکی دو روزه آبش میکنم. صبر کن ببینم چی ها تو همین یکی دو روزه آبش میکنم. خونه. ناصر تو چه میدونی من چیزیم نیست که؟ آقا جون چطور چیزیتون نیست؟ شما صبح میرین بیرون گم میشین، شب میرین بیرون گم میشین، دائم دارین گم میشین. ناصر جان یه زنگ بزن به نیما، یه آسایشگاه آشنا داره. بله بله. یه برش دارم ببرنش دیگه. صاحب کن ببینم، صاحب کن بده من گوشی را چی زنگ بزن به آسایشگاه نیما. این حرف ها چیه؟ محبوبه من داشتم سر به سرتون میذاشتم، میخواستم یخته با هم بخندیم. البته یه کمی حواس پرتی دارم اما یه ذره پیاز داغشو اضافه میکردم. پس درسته، من همینه میخواستم بشنوم. فرید نمیدونی با من چه کار کردی؟ تمام مدتی که میرفتی گم و گور میشدی این ور اون ور، این قلب من میگفت طلاق طلوب طلاق طلوب. اصلا نمیدونی چه من گذشت، هزار بار من مردم و زنده شدم. مامان جون یه دقیقه صبر کن. چقدر آقا جون من گفتم این کار آخر عاقبت نداره، گوش نکردی؟ گفتم تن این مامان جون منو نلرزون. تمام این آتیش ها از تو گوره تو بلند میشه.
حالا خدمت شما میرسم. بذار اول ایشون حالشو جا بیارم. تو منو نمیشناسی؟ چرا میشناسم؟ میشناسی؟ میشناسم. شما همسری عزیزی منی. کی؟ شما همسری عزیزی منی. شما سارهاز من. چه کارت کنم آخه؟ فرید. آقا جون یه دقیقه صبر کن. چی شده؟ فرید. فرید. متاسفم. یعنی چی؟ فرید دست بزنه جور نزن، دست بزنه جور نزن. برو کنار ببینم چی داری میگی. مامان جون من نمیفهمم چی داری میگی آخه. من نمیفهمم. فرید فرید پاشو. آقا جون آخ سرم سر درد گرفتی؟ سرم داره گیج میره. آقا جون ایفای چی کنم؟ آقا جون یه لیوان بیا 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 آبش بده بخور. بخور آقا جون اینو بخور بخور. آها بسته بسته بده 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 چیکار مامان جون؟ چیکار جیگرم حال اومد دستت درد نکنه مامان. چی گفتی؟ من چیزی گفتم؟ ناصر به من چی گفت؟ گفت دستت درد نکنه مامان. به من میگی مامان؟ خوره آدم به مادرش چی میگه؟ میگه مامان. من مامان تو هم؟ نیستی؟ Thank you.